هر کدام ما هایی داریم گفته هایی داریم که دوست نداریم دگرا ازش خبر شوند دوست نداریم در جمع این موضوعات را بیان کنیم که حریم شخصی یا حریم خصوصی گفته میشه و بعضی ها هستند زیادتر مداخله میکنند در شخصیت ما در کارهای خصوصی ما تا باشه که بفهمند درباره حریم خصوصی ما و او را انتشار بتن به تمام افراد به نوی که سبب آزار و اذیت ما شون اما این حریم خصوصی چقدر میتونه به یک فرد مهم باشه دوست داریم با استاد واقف نوری استاد دانشگاه بحث داشته باشیم پس از شما هم میخواهیم که با ما همراه باشین تا در رابطه به حریم خصوصی بدانین کسانی که در جستجوی حریم خصوصی ما هستند چگونه افراد هستند و بالاخره راههای حلش چی خواهد بود استاد خیلی خوش آمده این صبح شما بخیر خیلی تشکر ممنون از فرصت گذاریتان برام خداوند زندگی و بندگی خداوند که فرصت گذاشت فرصت داد برای همه ما انسان ها تا در کنار همدیگر بمانیم زندگی خدا پیش ببریم مثالت و رسالت ما را که در روی کره زمین داریم همه ایز انجام بتیم ممنون از فرصت گذاریتان خیلی خوشحال هستم که با شما اینجا هستم یک بار دیگر پس از چند ما اینجا شما رو میبینم امیدوارم شما هم جور صحت باشین لباس حقی آفیت بر تنتان در کنارش ممنون از اینکه روشنگری و روشنفکری فکری به زود می میاین بر مردم افغانستان بر هموطنان عزیزمان در داخل و بیرون از افغانستان خدمت میکنین تا اونا روشنگر شون و روشن فکر شون و تمام بدعت هایی که در کشور ما وجود داره آیسا بساط از او برچیده شوه و ما با یک زندگی بسیار خوب با یک زندگی بسیار ساده اما قشنگ زندگی خود را پیش ببریم تا بتانیم در آینده ها یک کشور مملو از آرامش و باثبات داشته بسیار باشد. تشکر استاد بر ما هم افتخار هست میکن. که ما از شما میزبانی میکنیم یا میکن. شما را مهمان دعوت کردیم در برنامه و دوست داریم در رابطه با موضوع خیلی خوب در این اواخر که خیلی هم همانگی ما دوست داریم در بفهمیم و ای که بعضی ها مداخله میکنن در حریم خصوصی ما یا حریم شخصی ما بعضی ها دوست ندارن بدانیم یعنی یک تعریف داشته باشین از حریم خصوصی یا حریم شخصی که چی هست اجازه بودین اگر اجازه باشه از اجازه واجه ها و از کلمات اکادمیک کمک که که گذر بکنیم ساده تر بیم صحبت بکنیم و هم فهمتر تا هموطان را عزیز من بفهمن شما چند سال عمر دارین 25 سال این حریم خصوصی است نباید یک کسی یک را پرسان بکنه <applause> شما چقدر ماش دارین؟ شما چرا اینجا کار میکنین؟ اینجا کار کردن با شما اصلا خوب نیست باید. چرا شما ازدواج نمیکنین؟ <applause> وقتی شما ازدواج کردین چرا خانه شما طفل به دنیا نمیه؟ شما با این کسی که ازدواج کردین اصلا خوب نیست <applause> چرا با یا ازدواج کردین؟ و همسال از این پرسش ها و سوالاتی است که روزمره ما انسان ها خصوصا ما افغان ها خصوصا و خصوصا ما طبقه جوان ها با همدیگر ایدا تبادل میکنیم این در واقع حریم خصوصی است بله. هیچ کس حق نداره بله. که در زندگی دیگران مداخله بکنه چرا شما این گونه نشستین لباس بله. را که شما پوشیدین واقعا ای بسیار زیاد خراب است و مردم بسیار بله. بد میگن و همسال از ای دیگر موضوعات وقتی ما وارد تکسی میشیم بدون از ای که در نظر بگیریم که فردی که در کنار ما هستن با کدام روحیه با کدام ذهنیت بله. اینجا نشسته است تلفن خود بر می و بلند بلند گپ می زنیم. یا کسی با تلفن خود پیام میگذاره و کسی دیگه یا میخوای ببینه پیام های خدا مم. یا میخوای تصاویری که در اونجا است وجود داره باز ما سر خدا پیش کرده با او ببینیم که چرا چرا این گونه می کنه سال از این مثلا ما وارد رستوران میشیم می, می بینیم که دو تا فرد با هم دیگر داستان میگن قسم میکنن با هم آمدن که آرامش ذهنی بکنن وقتی می بینیم که اینا غذا می ما فورا طرف از اونها نگاه میکنیم چرا این گونه میکنیم همین موضوعات که از حریم خصوصی است حریم خصوصی متاسفانه در افغانستان بیشتر مد نظر گرفته نمیشه یا ای که ما اطلاع نداریم اگر اطلاع داریم چرا این گونه میکنیم این مسائل در کشورهای پیشرفته دنیا کشورهای که گلوبالیزیشن یا دهکده جهانی <تصفح> یا جهانی شدن تجربه کردن اونجا خوب تر وجود داره هم متاسفانه در افغانستان ما با این دست پنجه نرم میکنیم خوشبختانه خوشبختانه در سال 1394 وقتی تعداد از روشن فکرها و روشنگرهای افغانستان با هم گرده هم آمده نقوق های افغانستان کود جزای افغانستان را می ساختن در ذهنشان آمدن که در کشورهای دیگه مثل فرانسه مثل مصر مثل آمریکا مثل کشورهای نزدیک دیگه همسایمان اونجا حریم خصوصی یک مسئله در قانونشان آوردن ما در قانون خص... اساسی افغانستان در مورد حریم خصوصی فقط اشاره شده است که هیچ کس حق نداره در زندگی دیگران مداخله مهم. بکنه فقط همین گونه اینجا اکتفا کرده ایم و بس مهم. مداخله نکنه چرا که مداخله در زندگی دیگران صدمه وارد میکنه اگر ما آزاد هستیم ماده 34 ماده 24 قانون اساسی افغانستان میگه که شما تا حدی آزاد هستین که آزادی یک مسئله را بیان بکنین تا با. او حدی که شما بر زندگی دیگران مثلا مداخله نداشته باشین نه زندگی دیگرها را شما صدمه نرسانین اما خوشبختانه باز های افغانستان متوجه ازی شدن که حریم خصوصی را در کد جزای افغانستان بیان بگذارن پس ازی هر هموطن ما باید بدانن ماده 461 تا 467 برن بپالن و بدانن اگر من مثلا فیسبوک کسره را حک میکنم این حریم خصوصیش است اسی هزار افغانی جریمه تا ده هزار افغانی از ده امه. تا سی افغانی در کنار از ماه زندان دارن بلی. ماده 461 قانون کد جزای افغانستان رو و در این مورد میفهمن که خوشبختانه در افغانستان مالت یک مسئله دارن یا مثلا در گذشته ها خصوصا در بین جوان ها هم رواج است هر کس از خود یک شخصیت داره ما هم شخصیت دارم شما هم شخصیت دارین دیگران هم شخصیت دارم وقتی یک کسی میه بالا یک کسی اعتماد میکنه مثلا فرض کنید شما در زندگی دو نفره یک بانو با یک آقا میخواه با همدیگر ارتباط داشته باشن و بعدا تشکیل خانواده بدن، خب به امو امو قناعت طرف مقابل هر دو طرف مثلا حاصل میکنن و دوستانشان با همدیگر میاین این در افغانستان متاسفانه زیاد رواج است مثلا یک بانو میایه میگه که والا فلان نفر استادم هستم ما ایر امروش آمیانه گپ داده میشه ما میخوایم باز وقت زنگ میزنم صدای زیرا بلنگوره میزنم دیگر آمیش نمیم این در حقیقت صدمه وارد میکنه والا خوب استاد بود والا چرا توی دیگر کار شد؟ یا مثلا یک آقای نمیکاره میکنن چند تا دوستا با همدیگر دیگر میاین و یک دختر خانمی که واقعا بالای اعتماد آه. کردن هم برای زیگپ میزنم باز بلنگوری خودم و دیگران میشنوه وقتی این دختر بیرون میشه از خانه این دوستایشان که دیگه و به او, او با او یک تصویر بسیار کلان بر از بد از این مثلا انفجار میکنه و پردازش گرفته میشه و دیگران ازی این بتای سای, سای میخوان که چی بکنه اینی موضوعات مربوط حریم خصوصی است اگر کسی این کارا بکنه مطابق کد جزای افغانستان به زندان و از 10 تا 30 هزار افغانی جریمه میشه یا خلاصه تر یک مسئله دیگر هم واضح تر صحبت بکنم که هیچ کس حق نداره این کارا بکنه این مسئله چرا سه بله. تا عوامل به بار یک از لحاظ روانی بله مثلا وقتی برام بگه شما چند سال عمر دارین من 25 سال 30 سال 40 سال عمر دارم والا شما چرا مثلا 25 سال عمر دارین <تصفح> هنوز ازدواج نکردین هنوز مکتب نخوندین هنوز دانشگاه نرفتین هنوز نتونسین بر خود مثلا متر بگیرین هنوز نتونسین حداقل زندگیتون سر سامان بدین چقدر از روحی و روانی در ذهن ما مثلا بله. مشکلات خلق میکنم یا مثلا اگر بگوین که شما در جوی کار میکنید که سنتان بلندتر است اما کسی که اونجا میخواه شما باشین مثلا سن پایینتر میخواه شما چند سال عمر دارین فورا از زبانتان مبرای میگین که من 25 سال عمر دارم امه. من 30 سال عمر دارم اما بعدها دیگر هم میگه حالا از این واجد شرایط نیست بلند است یا پایین است بله. باید از لحاظ روحی از اجتماعی یا مثلا پایین میشم و امسال از این یا مثلا کسی می از شما پرسان میکنه که چرا مثلا شما اینجا کار میکنین باید یه نهی لیاقت خودت از خودت بلندتر است یا اینجا لیاقت شما را ندار و امثال از دیگر موضوعات اینی باعث ازی میشه که یک آدم کاملا بیخی بدبخ شد و با یک طرف دیگه حرکت بکنه و زندگی خودا کاملا از دست بده بله بسیار تشکر استاد از این که تشریف آوردین کوتاه در رابطه به درمانش اگر صحبت بکنین کسانی که یعنی مبتلا هستند به چنین اختلال گفته میشه یک چنین حالت کوتا اگر بگوین که چگونه باید خود را از این حالت نجات بدن که هرگز مداخله نکنن در حریم خصوصی یک فرد متاسفانه در افغانستان همه چیزی که به وجود میایه هر چیزی که وجود داره عامل ازی فقر بودن بله فقر اگر مثلا بدبختی های آزار دادن هاست ها دختر خانم ها یا ها یا فقر جنسی است بله. اگر مثلا این مسائل از فقر تعلیم و تربیه است بله. یعنی ما نتانستیم هنوز پرستج دانش ما بله. قدر بلند ببریم که همه چیز بر ما چه بله. شود واضح شود و تنها رایش فقط میتونه ای است که آگاهی و سطح دانش و مطالعه بکنن اینجا اخبار و اینجا مسائل متاسفان در افغانستان یک گفه بسیار کنم بسیار تشکر است از شما دوست داشتیم ممنون. ادامه بتیم اما متاسفانه وقت ما خیلی ممنون. کم هست مهمانان عزیز دیگر هم منتظر هستن خیلی سپاس از شما افتخار بخشیم خواهش میکنم ممنون شما خیش ممنون. خیش ممنون. خیش تشکر, تشکر. خیش. خیش. از شما عزیزان هم تشکری میکنم 44 تماس بگیرین 15 افغانی حساب شما کم میشه دکمه یک را برای تایید فشار بتین بعد 15 افغانی اصاب شما کم شد و همچنان شما یک پیام کتبی دریافت میکنید این پیام به خاطر شفافیت این برنامه است که شما مطمئن شوید که این پولتان میره به حساب خانواده های شهدای نیروهای امنیتی وقفه داریم